بسم الله الرحمن الرحیم. خوب آمدیم باز به برنامه مایکروسافت ورد. مینوی فایل، آپشن، ادوانس. تقریبا درس ما تا این حد رسیده بود و خوانده بودیم. حالی میم وین پرینتینگ دیس داکومنت، کدام داکومنت؟ داکومنت اول یا کلی داکومنت؟ آل نیو داکومنتس. این فیلحال داکومنت اول اگر میزنی که باز کردی، این می داکومنت اگر میزنی، اگر این داکومنت هایی که ناو چوب صفحه ناو میگیری، داکومنت ناو می اون نمور اگر میزنی. این آپشن ها بخاطر عزیز تا اول سل کویجا پایین نوشته کدام رای ما پرینت پوز کریپ اوور تکس. اگر ما شما کدام فایلی ویندوز مکنتاش دی ورد باز کنیم، یا او را که وقتی که پرینت میکنم فایل اصلی از او را پرینت نمیکنه بره، ما میخوای پوز کریپت از او چاپ شوه، پوست کریپ رزو، فقط یه اپشن کلیک کنیم. صحیح است؟ دیگه سال کو از او پایین نوشته کده که print only data for form. اگر ما شما یک تیبل داشته باشیم در داخل از او کس دیتا هم باشه، اگر میخواین فقط امو معلومات دیتا از او چاپ شایی نمی اپشن کلیک کنیم، فقط دیتا از چاپ میشه چارچو کارد یا او چیزای تیبل میبلی چی میشه چاپ نمیشه، یا او یه اپشن در او صورت زیاد هم استفاده میشه که اگر ما شما از اینترنت که کدام معلومات میگیرید زیادتر از او در تیبل میباشه، پس میخواستی فقط امو تیبل از او چاپ نشه و دیگه دیتا از او چاپ شوه، از فارم دیتاش چاپ شوه، ای اپشن اپلای کنید. ای بسیار مهم اپشن است، فقط امو دیتای ما را چاپ میکنه و فارم چاپ نمیکنه. از او با پایین نوشته کده سیف، سیف نوشته کده پرامپت تو سیف بیفور سیوینگ تو نورمال تمپلیتس. میگه وقتی که ما یک فایل سیف میکنم باید کامپیوتر خود به خود پیش از اینکه ما را سیف کنم باید در صفحه نورمال چی شود، در تمپلیت، نورمال تمپلیت را چی کنه، سیف کنه فایل ما را بره. صحیح است؟ دیگه همیشه اگه این فایل شما کلیک کرده باشین، وقتی که یک فایل سیف میکنین از او یک بیکاپ کپی از او جور میشه. صحیح است؟ یعنی بیکاپ اگر میخوای شما از فایل خودتون جور شوه، این همی اپشن کلیک کنین، همیشه که شما یک فایل سیف میکنین یک کپی از اون براتون جور میکنه. دیگه ای خو ای بود دو اپشن های بالای سیف. دیگه نوشته کده که allow background save. اگر background save این همی را میگه سل کو، این همی سفر background میگه او داکومنت هم برش میگه. اگر میخواستین تو میگی وقتی که برادر ما سیف کلیک میکنم، فقط چیزی که دمی بیگراند است نه دمی داکومنت ماست، اینا میره برای ما سیف کو، پس بیا فایل دا آپشن که آمده بگو برادر ادوانس دا سیف، بیا بگو برادر چی گو برای ما آلویز، خب allow background saves، یعنی همیشه چی کو وقتی که ما فایل خود سیف میکنم باید چی شوه، بیگراند ازو برای ما چی شوه، صاف شوه، اند بیگراند که چیز است او همراهش فایل خود ما چی شوه، ثبت شوه. از او پایینی دو اپشن چی هسته، ای بخاطر شیرینگ هسته. صحیح است؟ چون بخاطر شیرینگ است وانه ما ای سهولت شیرینگ هم دایی جنه داریم، پس از ای میگذاریم صرف نظر میکنیم، میایم پایین اپشن های دیگر رو میخونیم. اولین اپشن که دیجه هست همراه مثال کنه اشتا کده provide feedback with sound، پروواید خودش تهیه کردن میگه. میگه اگه ما شما یه اپشن کلیک کرده باشیم، وقتی که گوتو را باز میکنم، فایند را باز میکنم، یا اوپن را باز میکنم، چیز دیگر را باز میکنم، یک صدا میکنه فایل ما. اصل که ما این را کلیک میکنم در صورتی که صدای کامپیوتر ما شما چی داره اینستال شده باشه، اوکی کلیک کو، کامپیوتر خودش میگه in order to enable feedback with sound you need to install the Microsoft Office sound add-in. Would you like to visit office.com to learn more about this add-in and download? اگر میخوای میگه ای تو این اپشن فعال شو، باید ایده تو چی کنی، از وبسایت مایکروسافت چی کنی، ایده اینستال کنی. اگر میخوای دانلود کنی میگه یس کلیک کن، صفحه اینترنت باز میشه، پس میتونی رو دانلود کنی، پس ما ایده نو کلیک میکنم. وظیفه ایش چیست؟ وظیفه مشخص از این همیست، مثلا وقتی که ما گوتو رو باز میکنم کنترل جی گوتو، یک تیت تیت آواز میکنم، بوده یک صدا میکنم. آلی اگر تو نمیخوای که صدا کامپیوتر تو صدا کنه، پروگرام ورد تو صدا کنه، پس این نمیشه غیر فعال کو، فقط اوکی کنترل جی گوتو رو که باز میکنی یا کنترل اف فایند که باز میکنی، دیگه کدام صدا اومده نمیکنه. از او پایین یک آپشن دیگه از دا ادوانس نوشته کده که پروواید فیدبک وذ انیمیشن. چی؟ پروواید فیدبک وذ انیمیشن. اگر ما شما این آپشن کلیک کرده باشیم، فقط ای او آپشن که است دیگه کارش یک چیز است، فقط این صدا میکد و این یک حرکت میده. وقتی که ما گوتو رو باز میکنیم، مثلا که شما گوتو ای تو یک حرکت وات میت باز میشه، ای تو یک حرکت میت باز میشه. و اگر ای قسم شما نمیخواین بیان دا آپشن دا ادوانس بعد از او دا اخیر آپشن ای را غیر فعال کو، پروواید فیدبک کو انیمیشن. اول سال وقتی که ما گوتو رو باز میکنم، یا گوتو یا مثلا فایند یا چیز دیگر که باز میکنم،
هر چیزی که باشه. این آپشن امرای ما در آفیس 2003 هم بود که وظیفهش فقط اینه بود وقتی که ما شما گلتو رو باز میکنه چیز دیگه یک حرکت میته از این طرف کنج باز میشه یه طرف دیگه یا مود یک انیمیشن میته میخواستی انیمیشن کار بکنه فقط اینه آپشن کلیک و فقط اون انیمیشن امرایش چی میشه میاه و اگر کلیک دور کردی او انیمیشن چی میشه از بین میره و کار نمیکنه. صحیح شد؟ این فقط صدا میکشید و این چی میکنه فقط یک انیمیشن میته برش. و آپشن دیگهش که است نوشته کرده که confirm file format conversation not open. اگر ما شما یه آپشن کلیک کرده باشیم سل کو ما میرم در کدام جای نوت پتا باز میکنم ران میرم نوت پتا باز کردیم یک چیزی را نوشته کردم مثلا گفتم this is the computer class ای را گفتم و ثبت کردم آمدیم در فایل ثبت کردم کدام جای در دسکتاپ ثبت کردم بنامه خان ثبت کردم ای را بسته کردم آلی می ما در فایل اوپن میرم او فایل خود باز میکنم در دسکتاپ و در دسکتاپ ایجا آل فایل انتخاب میکنم بعد از پایین میم بنام خان چی بود یک فایل بود وقتی که فایل نوت پد ما در ایجا باز میکنم از پیش ما یک پرسان میکنم به خاطر یک فرمت ازو که می خواهی را به خاطر پلین تکس کانورت کنی صحیح است بعد میگم اگر می خواهی پرسان از پیش نشوه بیا در فایل در آپشن بعد از ادوانس چیکو در اخیر بیا این امی آپشن غیر فعال کنین. اوکی آلی ما میرم فایل اوپن و آمدیم در دسکتاپ اون امی آپشن که اگر کلیک کنم از پیش ما پرسان نمیشه و دایرکت چی میشه باز میشه. ای بود آپشن چی confirm conversation at open. اوی فایل بسته میکنم یک صفحه نو میگیریم باز میایم در فایل آپشن ادوانس دا از او پایین سل کنو اشتا که دا allow update automatic link at open. اگر ما شما اینمی option کلیک کده باشیم اوکی آمدیم دا ایجا دا insert دا اینجا رفتم object و create from file link browse یک فایل انتخاب کدم اینمی فایل شد بعد از او insert کلیک کدم و اوکی گفتم اینمی فایل ما رایت کلیک کردم رفتم در چی در لینک لینک رفتیم و منوال انتخاب کردم و اوپن کردیم چیز تغییرات در ایجا بردم مثلا این را اندرلاین کردم وقتی که صاف کنم یس ایجا تغییرات آمده و تغییرات نامده وقتی که میره ثبت کنم در دسکتاپ یک جای دیگه صاف کردم آلی اگه ما شما اینمی آپشن کلیک کرده باشیم در ادوانس سلکو کلیک هست نیسته است. اگر این آپشن کلیک کرده باشم وقتی که اینمو فایل کسی باز میکنه اینمو فایل فقط برت میگه برادر که دیجا لینک است و آپدیت نشده میخوای آپدیت شوه اگر نشوه کلیک کرده باشی پرسون میکنه کلیک نکرده باشی نمیکنه پرسون. از او بعد که است در ادوانس امرای ما آپشن بعدی که است سل کنه اشتا کده allow opening a document in draft view. اگر ما شما این آپشن کلیک کرده باشیم همیشه که یک فایل ما باز میکنیم در ویو چی باز میشه درافت باز میشه در این صفحه باز میشه و اگر او آپشن کلیک نکرده باشیم در پرینت لی اوت باز میشه. باز رفتیم در آپشن در ادوانس و پایین دیگه چی سل کو نوشته کده انیبل بک گراوند ویژنیشن. این آپشن در صورت فعال میشه وقتی که ما شما در ویو صفحه درافت بگیریم بعد از او بیا در فایل در آپشن در ادوانس او آپشن چی شده؟ فعال شده Enable Background Vision. اگر ما شما این آپشن را کلیک کرده باشیم اوکی وقتی که ماسک نوشته بکنم Control Enter صفحه دیگه برم در اینجا سل کو برای ما چی میشه؟ معلوم میشه میبینی را؟ اینمی معلوم میشه که چند صفحه است تو در کدام صفحه هستی ما اگر این چیزها را نمیخوای معلوم شو برد بیا در فایل در آپشن در ادوانس پس در مؤخیر اپشن چی کو غیر فعال کو انیبل بک گراوند پیجنیشن اوکی اول وقتی که یارم از بین ببرم فقط اثر نوشته که میکنم کنترل انتر کنترل یک صفحه نو میگیریم کنترل انتر کنترل انتر کنترل انتر کنترل انتر اینجا برای ما در استیتس بار چیز نشون میده نه بیخی هم اپشن پیج گم شد که مجھے نمبرش پیج نشان میداد برای من پس میخواستی بیا در فایل در اپشن بیا در ادوانس که آمدی چی کو بگو برادر ای باید بعد از او چی کنه کار بکنه انیبل بک گراوند ویژنیشن فقط اوکی کلیک کو آل سل کو بعد از او برای من چی شد معلوم میشه که برادر تو در ورق پنجم هستی پنج ورق هست در پنج ورق پنجم استفاده هستی ایده پس چی کردم دیلیت کردم کنترل دبلیو نو کنترل ان خوبی بود آپشن بعدی زو
دیگه ازو به بعد سل کو د اډوانس چیز ته نوشته شده کې شو ات ان ایرور انټرفیس یوزر انټرفیس انټرفیس ایرور شو ات ان یوزر انټرفیس ایرور این جسل کو اڈ انز بازی آپشن هاستا بخاطر یوزر اگر یی کدام یوزر ایرور میرور داشته باشه کدام مشکل داشته باشه رو برای ما چی میکنه نشون میده show customer submitted office.com content بعضی از معلومات که سبمیت شده از طرف microsoft.com او را برای ما چی میکنی شما میتن میخوای میلینگ ادرس را نوشته کنی ادرس خودت یا ادرس اوچی میلینگ ادرس مطلب درباره خودت معلومات نوشته کنی ادرس خودت چیست سیستا مثلا ما اول ادرس کابل نوشته میکنم کابل سیستا main hostel of کابل university یونیورسیٹی صحیح شد و دا پیشاور خا ایم سی آئی کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ این جی ای آئی کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ مثلا ای میل ادرس کمپیوٹر انسٹرکٹر underscore afghan @yahoo.com این مثلا شماره تماس 0 78 75 66 313 این معلومات مربوط خودم بود که نوشته کردم صحیح شد یعنی میلینگ ادرس ادرس خودت نوشته کو کسی اگر امروز تو چیزی معلومات رای میکنی مثلا میلینگ چیزی میگونه ادرس خودت چیز نوشته کو دیگه ازو با پنج سال کو نوشته شد امروز ما فایل لوکیشن اوکی وقتی که ما فایل خود ثبت میکنیم نرمال در کدام جا ثبت میشه در درایو دی میبینی درایو دی در این فولدر ثبت میشه ما این را میخواستم تغییر بتم بیاد فایل در آپشن در ادوانس که آمدی در آخر این فایل لوکیشن که آمدی بگو نه در کدام جا این دفعه ثبت شد در مودیفای برو بگو در دسکتاپ ثبت شد اوکی بعد از او اوکی و اوکی ولی کنترل اس که پرس میکنیم در کدام جا ثبت میشه خودش میره در دسکتاپ ثبت میشه میبینی جا بالا دسکتاپ است پس آمدم در فایل آپشن ادوانس در مخیر شامتم گفتم نه باید در کدام جا صف شو باید این دفعه در داکومنت صف شو برو در مودیفای بگو در مای داکومنت صف شو اوکی اوکی بعد از اوکی کنترل اس پرس کو سر کو در کدام جا صف میشه مای داکومنت صف میشه و از او با پایین آپشن های دیگه که هستا نوشته شده که ویب آپشن چون ما یا درس ما مربوط ویب نمیشه از این صرف نظر میکنیم دیگه کمپیتیبلیتی آپشن است فور انمی داکومنت اول نوشته کرد layout for this document as if created in بخاطر آفیس 2010 که است بعضی از آپشن هاست که اگر میخوایی فعال کنی غیر فعال کنی بینجی سل کنی نوشته کرد add space for underline خاطر که underline باشه برای ازو space بطی بگو adjust line height and grid height in the table وقتی که تیبل جور میکنم height line height و grid height چی کو منظم کو فقط مختلف آپشن هاست میخوایی باشه مثلا گفتی که allow space between paragraph of the same style in table وقتی که یک تیبل دو دانه paragraph داشته باشه مردو شخص تایل باشه در قاطع از چوکی سپیس بودی نمی خواهی غیر فعال کن فقط این نمی آپشن هسته ای بود برادر آپشن های ادوانس که بسیار زیاد مهم بود و ما تا حدی کوشش کردم که براتون صحیح و دقیقا ریکارد کنیم ای بود آپشن های چی ادوانس و دیگه شن بخیر براتون در دیگه ریکارد میکنم